حمله های رصفکنانه اخیر در پایتخت و شهرهای دیگر کشور بر روان مردم اثرهای بدی گذاشتند. تبعات جنگای تروریستی بسیار گسترده است. میشه گفت و بدبختانه باید بگویم که بسیار موفق است. و این طرف یا توجه نیست یا ظرفیتش نیست. باشندگان پایتخت این روزها در هر گوشه و کنار و هر راه ممکن چگونگی اوضاع امنیتی را دنبال می کنند. بیشتر شدن ناامنی ها باعث شده که مردم به کار و بارشان شوق و اشتیاق نداشته باشند. از پشت دیوارای سمیتی یک پیام تقبیح و نمیفهم نکوهش را روان میکنه که در حالی که هیچ درد ملت دوا نمیکنه. و اما آیا واکنش حکومت به این حمله ها با گذشته ها هیچ تغییر کرده است؟ طالب ها ثابت ساختند که حتی برای حفظ نام و حیثیت خود نیز از اوامر بادارشان سرپیچی و نافرمانی کرده نمی توانند. براستی حکومت در رویارویی با فشارهای روانی رویدادهای رصفکنانه بر مردم چی راههایی را می تواند برگزیند؟ کسانی که در اوادس سهلنگاری کردن، تنبلی کردن، اینا باید به صورت علنی محاکمه شوند و مردم ببینن و متوجه شوند که کسی که سهلنگاری میکنه و در نتیجه سهلنگاریش یک حادثه دلخراش اتفاق میفته، به عدالت اینجا وجود داره و اونا محاکمه میشن. آگاهان تاکید دارند که برای دور ساختن اثرهای روانی این رویدادها بر شهروندان کشور باید کارهای انجام یابند تا آنان بتوانند خشونتهایی را که گواهش میشوند رفته رفته از آنشان بیرون کنند.